ویژگی ها و ابعاد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت این عنوان نشست چهار ساعتی رهبر معظم انقلاب و ده ها نفر از اندیشمندان، استادان و صاحب نظران دانشگاهی و حوزوی بود. در این نشست 14 نفر از متفکران سه ساعت و نیم دیدگاه های خود را در زمینه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بیان کردند و بعد حضرت آیت الله خامنه ای از ضرورت به کارگیری همه ظرفیت نخبگان کشور در تدوین این الگوی راهبردی گفتند و اینکه این الگو سندی بالادستی برای همه اسناد برنامه‌ای و چشمندازی کشور خواهد بود رهبر معظم انقلاب درگیر شدن متفکران و اندیش ورزان با مسائل اساسی و کلان گفتمان سازی درباره مسائل کلان در میان نخبگان و سپس در سطح عمومی جامعه و تعیین مسیر و نوعی ریلگذاری برای آینده کشور را از اهداف سلسله نشست های راهبردی خواندند و تاکید کردند در رسیدن به نتیجه نهایی این نشست ها نباید شتاب زدگی کرد چون تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت جز در یک فرایند بلند مدت و در حالت خوشبینانه میان مدت امکان پذیر نیست ایشان خاطر نشان کردند در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هدفها مشخص می شود اما راهبردها ممکن است به تناسب شرایط زمان دچار تغییر و اصلاح شوند که این نشان دهنده انعطاف پذیری الگوس حضرت آیت الله خامنه ای علت انتخاب کلمه ایرانی در تعبیر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را هم در نظر گرفتن شرایط تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ایران در این الگو دانستند و افسودند علاوه بر این مسائل طراحان این الگو نیز متفکران ایرانی هستند و این الگو در واقع تجلی تلاش اندیشمندان این سرزمین برای ترسیم آینده کشور است ایشان به چهار عرصه فکر علم، زندگی و معنویت در عرصه های الگوی پیشرفت اشاره کردن و افزودن در عرصه فکر علاوه بر مشخص شدن راهبردها باید بر اهمیت ابزارهایی چون آموزش و پرورش و رسانه ها توجه کرد. در عرصه علم راه های پیشرفت همه جانبه عمیق و بنیانی علمی در الگو بررسی می شود در عرصه زندگی الگوی مسائل و خطوط اصلی مانند امنیت، عدالت، رفاه، آزادی، حکومت، استقلال و عزت ملی طراحی می شود و بالاخره عرصه معنویت که روح پیشرفت واقعی در همه زمینه ها و مسائل است حضرت آیت الله خامنه ای انسان در نگاه اسلام را موجودی مختار مکلف و در معرض هدایت الهی دانستند و خاطر نشان کردند در این نگاه مردم سالاری علاوه بر اینکه حق مردم است تکلیف آنها نیز می شود و کسی نمی تواند بگوید صلاح یا فساد جامعه به من مربوط نیست ایشان با اشاره به مسئله حکومت از دیدگاه اسلام افسودند صلاحیت های فردی در اسلام به گونه ای مهم است که هر کس می خواهد مسئولیت و مدیریت به پذیرت باید صلاحیت های لازم را در خود به وجود آورد وگرنه با پذیرش مسئولیت عمل نامشروعی انجام داده است رهبر انقلاب اسلامی توجه به اقتصاد را نیز در الگوی پیشرفت ضروری خواندند و افزودند در الگوی پیشرفتی که با همفکری و تلاش نخبگان تدوین خواهد شد عدالت به عنوان یکی از ارکان اصلی لحاظ شود چرا که در اسلام عدالت معیار حق و باطل و ملاک مشروعیت یا عدم مشروعیت حکومت هاست. در ابتدای این دیدار چارده متفکر و صاحب نظر هم در محورهای ویژگی های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ابزار و لوازم مورد نیاز برای رسیدن به این الگو تنگناها و محدودیت های رسیدن به الگوی اسلامی ایرانی و نقد مدل و نظریه های موجود توسعه به ارائه نظر و مقالات خود درباره الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پرداختند